که حالا اینجا چند نمونه از دیفیوزر رو بهتون نشون دادن دیفیوزرهای هرمی چارگوش دیفیوزرهای هرمی که حالا اینا برای سقف هستش دیفیوزرهای چند استوانهی دیفیوزرهای مربعی و دیفیوزرهای منهنی توی این جلسه از سری دوره آکوستیک تریتمنت با من پرهام صبوری قرار هستش که انواع مختلف پنل های آکوستیک از جمله پنل های ابزوربر دیفیوزر بلاکر و ماسکر رو بهتون معرفی بکنم پس حتما مطمئن که تا آخر سری این دوره با من همراه هستین و و همینطور کانال من رو برای حمایت از من سابسکرایب بکنید و برای مطلع شدن از سری جدید ویدیوها حتما زنگوله کنارش رو فعال بکنین خب به جلسه سوم از دوره آکوستیک تریتمنت رسیدیم و قرار هستش که حالا بریم سر وقت معرفی حالا انواع پنل هایی که توی جلسات قبلی بهتون اشاره کردیم که حالا چه مشکلاتی که ممکنه توی یک اتاق به وجود بیاد و شما باید این مشکلات رو با استفاده از پنل هایی که حالا توی این جلسه قرار هست بهتون معرفی بکنیم برطرف بکنین و توصیه میکنم اگر هنوز جلسات اول و دوم رو ندیدین حتما بریم ببینین چون این جلسه ادامه اون دوتا جلسه قبلی هستش و هم لینک جلسات رو میذارم خب توی جلسه سوم قرار هست که در مورد هنر شکلهی به فضا با استفاده از آکوستیک تریتمنت صحبت بکنیم درمان آکوستیک مانند یک سری از رفتارها به منظور پوشیدن لباس بر تن یک فضای لخت غیر آکوستیک هست فضای ناقص آکوستیکی برای اینکه درست کار کند حتما باید پوشیده شود این به این معنی هست که ما میایم و یک فضایی که دچار نقص آکوستیکی است و در اصطلاح بهش میگن از لحاظ آکوستیکی یک فضای لخت هستش میایم و با استفاده از لباس این فضا رو میپوشونیم تا این نقص ها رو برطرف بکنیم انواع آکوستیک تریتمنت ها رو اینجا با رسم شکل بهتون نشون داده که همینطوری میبینین ابزوربر ها جاذب های صدا اولین نوع اونها هستن و بلاکر ها مسدود کننده ها ماسک های صدا یا پوشش ها و همینطور دیفیوزر ها که حالا اینا رو به صورت شکل هم نشون داده و ما هم اصطلاحاتش رو تو جلسه قبل کامل توضیح دادیم که حتما باید برید ببینید ما به هر کدوم از این چهار تا آکوستیک تریتمنت در ادامه به صورت کامل اشاره خواهیم کرد اولیش جاذب های صدا یا همون ابزوربرا به راه هستن که جذب کننده ها طوری طراحی شدن که انرژی صدا را به دام میاندازن و از بواسطه بخشی از آن به داخل اتاق جلوگیری میکنند جاذب های سنتی به طور کلی از مواد پرمنفذ و فیبری مانند فوم پشم معدنی و منسوجات ساخته شده اما جاذب ها حتی می شامل مواد ساخته شده از فلز یا چوب باشند توانایی جذب این مواد بسته به فرکانس صدا به طور قابل توجهی متفاوت هست و همین دلیل انواع شکل و سبک و زخامت برای جذب مختلف در دسترس هستش اولین جاذب جاذب های هستش مواد زخیم و متخلخلی که انرژی صوتی را در ساختار سلولی به دام می اندازن. انرژی صوتی به دام افتاده در اثر استحکاک به گرما تبدیل می شود به عنوان مثال فرش منسوجات گچه هوادهی پشم مدنی و فوم سلول باز که حالا این استکاک اشتباه نمیشیم اینجا همینطور که میبینین انواع مختلف جاذب های پرمنفذ هستش که همونطور که گفتش انرژی صوتی رو در داخل اون منفذایی که دارن به دام میندازن و معمولا هم خیلی زخیم و زموخ هستن مثل موکت های حالا قدیمی که خیلی زومخ هستن و همینطور آیاهای صوتی مثل پشم سنگ و همینطور فومهای های سلول باز که اکثرا به اسم فومهای شونه تخم مرغی ما میشناسیم توی ایران و معمولا هم از جنس پولیورتان هستن و ما از اینها به عنوان جاذب های پرمنفظ میایم و توی اتاق خودمون استفاده میکنیم نوع دوم پانل های ابزوربر هستن که بدون منفزن و مواد منطف و بدون منفظ که خم میشوند و میلرزن زیرا انرژی سوتی را در فضای داخلی فضای داخلی محصول پر از حجم هوا به دام میاندازند مثال اونها مثلا صفحات تخت ساخته شده از چوب فلز پلاستیک با فضای داخلی پر شده از پشم معدنی یا فوم ببینید نمونه های مختلفی داره این پانل های آلا بدون منفذ و حالا یه نمونهش همین پانل های دیواری آکوستیکی هستش که خیلی رایج هستش که همینطور تو شکل میبینین و پانل های چوبی دکوری که خیلی اتفاقا برای دکور هم مناسب هست و فرقی که به اون قبلیه داره اینه که اینها دیگه بینشون منفذی نیست که بخوان هوا رو مثلا بخوان انرژی صوتی رو داخل اون منفضا به دام بندازن و اینا یه جورایی خودشون از هوا از حجم هوا پر شدن از قبل و همینطور که می‌بینی انواع مختلف اونها رو حالا اینجا با رسم شکل نشون داده و این حالا بخشایی که میبینیم به صورت سوراخ سوراخ هستن خب گولتون نزنه چون اکثر اینها معمولا روی, روی کار طراحی شده و خب پنل اصلی معمولا زیر کار هستش نوع سوم رزوناتورها هستن که مواد سوراختار که انرژی صوتی را در سوراخ های شکاف با اعماق مختلف به دام می و سپس به انرژی نوسانی تبدیل می رزوناتورها رو می توان برای کاهش یک مجموعه خاص از فرکانس ها استفاده کرد مثل چوب سوراخدار فلز تخت گچی همینطور که می بینین رزوناتورها به صورت سوراخ سوراخ هستن یعنی اگه دقت بکنی می بینین روی این پنل ها سراخ قرار داده شده که می این شکاف های جورایی اون انرژی صوتی رو داخل خودش به دام بندازه و تبدیل کنه به انرژی حالا نوسانی پنل های جیمپسام پنل های سوراختار یعنی جزء این دسته از پنل ها یا رزوناتور ها هستند فواید استفاده از ابزوربر ها چی هستش یکی صدا ها رو در یک فضا کم میکنن یعنی یه حالت منظورش اینه حالت سکوتی ایجاد میکنن توی فضا باستاب صدا و اکو را کاهش میدن که بهتون گفتیم که با حالا باستاب اکو تنین و اینها رو که بهتون گفتیم خب اینا همه استفاده ای از هر کدوم از این سه مدل ابزوربر ها میتونه باعث کاهش باستاب ها و اکو ها بشه و همینطور کوتاه کردن زمان ریورب که بهتون کامل توضیح دادیم توی جلسه قبل که زمان ریورب چی هستش و چطور میتونیم دیکی رو کاهش بدیم با استفاده از اینها و بهبود درک گفتار خب همینطور که میبینین حالا اینجا هم دقیقا داره نشون میده به این صورت که صدایی که حالا وارد میشه یعنی سیگنال صوتی که میاد و برخورد میکنه با پنل, پنل ابزوربر ما و همینطور که میبینین یه مقدار از صدا منعکس میشه ولی یک مقدار زیادی از حالا اون سیگنال جذب میشه و داخل خود همون به قول معروف ابزوربر ما این صدا تبدیل حالا به گرما میشه یا به انرژی های دیگه تبدیل میشه و کلا کار کرده ابزوربر ها همین هستش که حالا ما سه مدلش هم به صورت کامل براتون توضیح دادیم اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین برای حمایت از من کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگونه کنارش هم فعال بکنین و همینطور این ویدیو رو لایک بکنین تا به بیشتر دیده شدن اون توی یوتیوب کمک بکنین خب دسته بعدی از آکوستیک تریتمنت ها بلاکر ها هستن که بلاکرها همونطور که گفتم وظیفهشون مسدود کردن هست یعنی به عنوان مسدود کننده استفاده میشن و مسدود کننده های صدا از ورود یا خروج صدا به یک فضا جلوگیری میکنن صدای مسدود کننده میتواند شامل وارد کردن اجزای ساختاری متراکم یا سنگین در طول ساخت و ساز مانند بلوک های بتونی یا تخت های گچی باشد که جرم ساختاری دیوارها کف ها یا سقف ها را افزایش میدهد خب ببینید بلاکر همونطور که از اسمش پیداست مسئولیت مسدود کردن رو داره یعنی یه جور سیگنال صوتی رو تا حد خیلی زیادی سعی میکنه بلاک کنه و نذاره عبور بکنه و معمولا توی مثلا ساختمون سازی این مساله ساختمونی مثل دیوارهای گچی زخیمی که استفاده میشه برای اینکه اتاقها رو و ساختمونها رو از هم جدا بکنه خب اینها به عنوان یعنی شما میتونی از مسدود کننده ها داخل اینها استفاده بکنین و بیاین تا حد خیلی زیادی از عبور صدا حالا به اون قسمت دیگه جلوگیری بکنین و همینطور پارتیشن ها هم میتونه به عنوان مسدود کننده حساب بشه حالا پارتیشن هایی که استفاده میکنین توی اتاق ها یا حتی توی سقف ها میتونین شما از بلاکر ها استفاده بکنین تا صدا انتقال پیدا نکنه که انواع مختلفشون هم حالا این پایین میبینین و حالا یه سری دیگه هم اینجا هستش که حالا یه نمونهش آیق رولی هستش که حالا شما میتونین استفاده کنین پشم های معدنی هستن و کانال های برای جداسازی دیوار خشک از داخلی که برمولا برای سقف اینها استفاده میشه و همینطور دیوار خشک آیق صدا پنجره های دو جداره که اینها به عنوان بلاکر محسوب میشه درزگیر زیر در که حالا زیر در شما میتونین درزگیر بذارین برای اینکه بتونین از عبور سیگنال صوتی به بیرون تا حد زیادی جلوگیری بکنین و پارتیشن های آیق صوتی البته اینها پارتیشن های مخصوصی هستن که به عنوان آیق صوتی حالا شاید توی ادارات استفاده بشن و فواید استفاده از بلاکرها چی است میزان صدای ورودی از خارج را کاهش میدهند خب این که مشخصه دیگه یعنی صدایی که قرار هست از بیرون وارد بشه رو یه جورایی بلاک میکن سر و صدای وسایل پر سر و صدا رو جدا میکند خب آره مثلا یه سری از وسیله ها هستن که ممکنه خیلی سر و صدا توی محیط ایجاد بکنن شما میتونید با استفاده از بلاکرها یه جوری اون حالا قسمتی که اون وسیله قرار داره رو از قسمت های دیگه جدا بکنین تا ایجاد مزاحمت نکنه عایق صدای مناسب برای حفظ حریم خصوصی بیشتر جلوگیری از صدا در داخل یک فضا از مزاحمت دیگران در بیرون از اتاق هم جلوگیری کنند خب حالا همینطور که میبینین اینجا هم دقیقا با شکل نشون داده که وقتی حالا اون صدایی که قرار هست وارد بشه و برخورد میکن حالا با یه دیوار حالا با یه جسمی که اینجا هستش و صدایی که خارج میشه در حالت عادی قبل از نصب این عایق صوتی به چه صورت هست و بعد از اینکه شما عایق بلاکر رو اینجا نصب میکنین دقیقا می همینطور که میبینین سیگنالی که وارد میشه و بعد از اینکه حالا این توی این قسمت بلاک میشه به شدت ضعیف میشه یعنی اون قسمتی که قرار هست دیگه صدا خارج بشه خیلی دیگه صدا رو کاهش میده البته بازم به نوع بلاکری که استفاده میکنیم بستگی داره ولی خب معمولا بلاکرها صدایی که حالا خارج میشه رو صفر نمیکنن ولی خب تا حد خیلی زیادی اون سیگنال رو تضعیف میکنن خب نوع بعدی از آیقهای آکوستیکی که ما استفاده میکنیم ماسکرها هستن ماسکرها نویز رو هضم نمیکنند اما در عوض با وارد کردن صدای اضافی به یک فضا درک نویز را دشوارتر میکنند صدای ساطع شده از چنین سیستمای تصادفی و محیطی است و به صورت حرفهای در فرکانس و سطح خاصی تنظیم میشود تا صدای ناخواسته را پوشش دهد هنگامی که چنین سیستم هایی به درستی کامل صدا به سختی قابل درک و به طور مساوی توضیح می شود اکثر سیستم ها شامل منبع صدا آمپلیفای اکولایزر و ها هستن ها یا در ارتفاع سقف یا بالاتر از آن یا در زیر زمین قرار می تعداد بلنگوهای استفاده شده به میزان پوشش مورد نظر بستگی داره خب من تو جلسات قبلی به ماسکر ها اشاره کردم ماسکر ها ببینین؟ این عین و ها عمل نمی کنن ها یعنی وظیفه این رو ندارن که صدایی رو جذب کنن یا صدایی رو بلاک بکنن مسدود بکنن اینها میان خودشون یه صدا اضافه میکنن به محیط و سعی میکنن از اون نویز به که حالا میتونه هر ای باشه از اون نویز بیان و به عنوان یه کاور به عنوان یک پوشش برای کاهش دادن نویز های دیگه استفاده بکنن نمونهش مثل چی نمونهش رو ما اینجا داریم مثلا آب های مصنوعی که حالا توی پارک ها استفاده میشه یا مثلا توی هتل ها استفاده میشه یا حتی تو محیط رستوران یا هر جایی که به قول معروف ممکنه سر و صدای ماشین سر و صدای محیطی زیاد باشه این آب با تولید صدا میان تا حد خیلی زیاد اون نویز اصلی که مزاحمت ایجاد میکنه رو یه جورایی پوشش میدن و دیگه اون افرادی که تو محیط هستن ممکنه صدای مزاحم رو نشنون و همینطور اسپیکرهای ماسکی ماسکر سخفی که اینها هم ممکنه مثلا توی یه سری ادارات یا بیمارستان ها استفاده بشه که اینها هم یه حالا اگر اشتباه نکنم وایت نویز یا یک صدایی تولید میکنن که یه جورای صدای مزاحم رو تا حد خیلی زیادی ماسکه بکنن یا کاور بکنن خب فواید استفاده از ماسکرها چی میتونه باشه صداهای مزاحم را که در غیر این صورت به سختی هضم میشوند میپوشاند که گفتیم دقیقا صدای مزاحم میتونه صدای خیابون باشه که حالا با استفاده از اینها شما میتونید اینها رو یه جوری کم بکنی یا پوشش بدین نمیشه بگین کم کردن یه جوری کاور میکنه یه حالت ماسکینگ انجام میده ایجاد حریم خصوصی گفتار رو بیشتر میکند احساس راحتی را افزایش میدهد در فضای چند منظور عمومی فضای خصوصی و آرام رو ایجاد می‌کنه که معمولاً هم بهتون گفتم تو فضاهای خیلی شلوغ پلوغ و عمومی مثل حالا ها مثل رستوران‌ها بیمارستان‌ها جایی که خیلی رفت و آمد زیاده و نویزهای اضافی زیاد هست و نمیشه با استفاده از بلاکرها و ابزوربرها اینها رو کنترل کرد ما در هر صورت باید از ماسکرها استفاده بکنیم تعداد زیادی از ماسکرها هستش و من ازتون خواهش میکنم که برین حتما اینترنت رو سرچ بکنین و توی کامنت ها هم حتما برای من نمونه, ای نمونه ای از همین ماسکرها رو اگه پیدا کردیم بنویسین که سایر دوستان هم استفاده بکنن خب بریم سراغ دسته چهارم از آکوستیک تریتمنت ها که دیفیوز شامل دیفیوزر ها میشن و دیفیوزرها انرژی صوتی را به یک فضا باستاب میکنن و به طور یک نواخ پراکنده میکنن هدف دیفیوزر به جای حذف یا بعد از رساندن صدا بهبود کیفیت صدای موجود در یک فضا هست هنگامی که یک موج صوتی با یک دیفیوزر تماس پیدا میکنه مداخله به وجود میآید زیرا با سطوح ناهموار با اعماق متفاوت مواجه میشود بنابراین وقتی صدا منعکس میشود دوباره وارد اتاق میشود در همان جهاتی که از آن آمده بر نمیگردد بلکه در چندین جهت در یک اتاق پخش میشود دیفیوزر ها همینطور که میبینین اشکال و قیافه های کاملا ناهموار و ناهمگونی دارند و سطح ناهموار اینها باعث میشه وقتی سیگنال صوتی به اینها برخورد بکنه نه جذب میشه نه بلاک میشه بلکه به اطراف پرتاب میشه یعنی دلیل ناهموار بودن و ناهمگون بودن سطح اینها دقیقا به خاطر این هست چون میخوان سیگنال صوتی به اطراف پخش بشه و یک جورایی این پرتاب شدن سیگنال به اطراف باعث انتشار بهتر صدا در اون محیط میشه که حالا اینجا چند نمونه از دیفیوزر رو بهتون نشون دادن دیفیوزرهای هرمی چارگوش دیفیوزر های هرمی که حالا اینا برای سقف هستش دیفیوزر های چند استوانه ای دیفیوزر های مربعی و دیفیوزر های منحنی که حالا از اینها شما میتونید به عنوان پخش کننده سیگنال صوتی توی محیط خودتون استفاده بکنین خب فواید استفاده از دیفیوزر ها چی است ریور و باستاب رو کاهش میده که حالا ما راجع به ریور گفتیم توی جلسات قبل که دقیقا چه افکت مزاحمی هست که میتونیم بریم ببینین حتما همینطور کاهش فکوس صدا یا همون به قول معروف تمرکز صدا رو توی محیط یه جورایی کاهش میده و باعث پراکنده شدن و اون به اطراف میشه از امواج ایستاده جلوگیری میکند افزایش پر, پر و غنی بودن صدا در یک فضا که بهتون گفتم دقیقا باعث انتشار بیشتر میشه به جای اینکه سیگنال رو جذب بکنه و یه جورایی سکوت ایجاد کنه توی محیط ما باعث انتشار بهتر میشه باعث غنی شدن صدا در اون فضا میشه که حالا توی مثلا سالن های مثل سالن های کنفرانس یا همایش خب دیفیوزر ها 100 درصد بهتر میتونه صدا رو یعنی باعث بشه صدا به گوش شنونده برسه احساس وسعت صدا ایجاد میکند خب که اینم یه چیز طبیعیه فضای کسل کننده و بیش از حد ساکت رو کمتر احساس خواهید کرد که بهتون حالا در ادامه هم خواهم گفت که استفاده بیش از حد ابزوربرها توی محیط باعث ایجاد کسالت و سکوت در یک محیط میشه که واقعا ما در یک محیط نمیخوایم فقط سکوت ایجاد بشه برای همه استفاده از دیفیوزر ها در کنار ابزوربر ها باعث میشه که علاوه بر جذب سیگنال پخش هم به صورت کاملا اصولی صورت بگیره پوشش صوتی گسترده تری برای گفتار یا موسیقی ارائه میدهد و بهبود درک و وضوح کلمات اینم قبل و بعد از نصب دیفیوزر هست که همینطور که میبینین حالا قبل از اینکه دیفیوزر رو بیایم استفاده بکنیم صدا وارد میشه و به این صورت همینطور که میبینین باستاب میشه یعنی پرتاب نمیشه به اطراف ولی وقتی شما این رو نصب میکنین دیفیوزر رو صدا که به اینا برخورد میکنین میبینین به تمام جهات مختلف پرتاب میشه و این باعث انتشار بهتر صدا توی یک محیط بسته میشه به پایان جلسه سوم رسیدیم ممنون که تا اینجا با من همراه بودین توصیه میکنم حتما جلسه دیگه هم برین و ویدیوش رو ببینین و در آخرم براتون دو تا ویدیو میذارم که این ویدیو هم مرتبط به همین ویدیوی هستن که دیدیم و توصیه میکنم که این ویدیو هم برید و تماشا بکنید یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو هم برای بهتر دیده شدن حتما لایک بکنین